به نام آن که ما را بندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. عرض سلام و درود داریم به خدمت شما بینندگان خوب و همراهان عالی قدر برنامه روشنا. امید که روزتان با خوبی و خوشی آغاز کرده باشین و امروز هم ما را تا پایان برنامه همراه باشین. میهمان نگاه های گرم شما هستیم و طبق روال هر دوشنبه امروز هم راجع به حقوق زنان صحبت میکنیم و همین رقم که در هفته های گذشته اگر ما را دنبال کرده باشین در جریان هستین که امروز راجع به مسئله حقوق سیاسی و مدنی زنان با هم صحبت میکنیم. این که حقوق سیاسی و مدنی چی هست و ما به عنوان یک زن تا چی حد از این حقوق برخوردار هستیم و حدود و چوکات برخورداری از این حقوق تا چی حد هست. کارشناس محترم برنامه خانم بلخی با ما همراه هستند و راجع به موضوع برنامه با هم بحث و گفتگو خواهیم کرد. سلام خانم بلخی، خوش آمدیم به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مجری گرانقدر و توانا و تمام بینندگان نهایت محترم که ما را تماشا میکنند. امید که بتوانیم مطالب مفید در این برنامه تقدیم نگاهتان بکنیم. انشاءالله. ممنونیم از شما. گفتیم که امروز راجع به حقوق سیاسی و مدنی زنان صحبت میکنیم. خانم بلخی، این که حقوق سیاسی و مدنی در ابتدا بر ما بگین که چی هست و شامل چی مواردی میشه؟ ببینید، ما در برنامه های گذشته در واقع آمدیم حقوق بشر را توضیح دادیم که بله. زن من حیث یکی از خانواده بزرگ بشری حقوقی را داشت، حقوق اساسی، حقوق بنیادین و سایر عرصه‌های حقوق. زندگی بشر عرصه های مختلفی دارد، عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، خانوادگی، اما یکی از در واقع حساس‌ترین و مهمترین عرصه‌های زندگی یک بشر عرصه سیاسی است که در واقع این عرصه تعیین کننده است، کنترل کننده و مدیریت کننده است. لذا بحث در این مورد بسیار مهم است و چالش‌های مختلفی هم ما داشتیم. زندگی سیاسی یک بشر در واقع شامل نسل اول حقوق بشر میشه. ما خدمتون عرض کردیم که نسل‌های مختلف حقوق بشر داریم که نسل اول او در واقع حقوق سیاسی مدنی رو در بر میگیره. که ویژگی این نسل ایست که هرچی دولت‌ها مداخله خود در این حقوق کمتر بکنن، حقوق بیشتری به مردم اعطا میشود. برعکس حقوق اجتماعی و فرهنگی که اتفاقا باید دولت‌ها مداخله کنند و خدمات ارائه بدهند، اما در بحث حقوق سیاسی شهروندان هرچی که حاکمان مداخله کمتری داشته باشند، آزادی‌های سیاسی بیشتری افراد دارند. ماده اولی در واقع میثاق حقوق اجتماعی و سیاسی و مدنی حقوق بشر میای در واقع تعریف میکنه به این صورت که میگه تمام ملل حق خودمختاری دارند، تمام کشورها، و آنها میتوانند در واقع وضع سیاسی خود به صورت آزادانه تعیین بکنند و به سمت توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خودشان پیش بروند. لذا ما میبینیم که بس استعمار رو در واقع ای که کشورها رو ما به استثمار بگیریم در اینجا نقض میشه و ای که هر کشوری خود آزادانه سرنوشت خود باید که تعیین بکنه، توسط شهروندان باید این سرنوشت تعیین بشه و جنسیت او را مشخص نکرده دیگر و معنای ایست که زن و مرد هر دو میتونن که در تعیین این سرنوشت سهیم باشن کاملا به صورت مساوی. اما خب با توجه به قوانینی که داخل هر کشوری هست و مکانیزم هایی که وجود دارد، ببینید ما بحث در واقع حقوق سیاسی زنانه به این صورت خدمتون عرض بکنیم که بیایم تقسیم بکنیم بین این که نقش تعیین کنندگی و انتخاب کنندگی بشر به ویژه زنان به چه صورت بوده و در مقام در واقع سیاست گذاری و انتخاب شوندگی چه نقش و جایگاهی داشتن در طول تاریخ و در حال حاضر و چه قوانینی در این مورد وجود دارد. در بحث تعیین کنندگی ما در واقع جایگاه زنان در طول تاریخ بررسی میکنیم، اما قبل از اون ماده 25 در واقع میثاق سیاسی مدنی کاملا صراحت دارد که همه مردم یک کشور
و همه در واقع شهروندان حق رأی و انتخاب دارن و حق این دارن که در مشاغل عمومی کشور در واقع سهم داشته باشند. صراحتی رو بیان میکنم. اما در طول تاریخ و ادوار گذشته ما در مورد زنان این به صورت نداشتیم و سوال‌های زیادی است در ذهن مردم. می‌بینیم که زنها نقش چندان در سیاست گذاری به خصوص نداشتند و تعیین سرنوشت خود نداشتند. بله. این کاملا ملموس است. به همین صورت است. در واقع مورخان ما در تألیفاتی که دارن ما وقتی که مطالعه میکنیم به این صورت است که میبینیم تا در واقع قرن 17 و 18 میلادی به همین صورت بوده. حتی در سطح جامعه جهانی زنان یکی از اون محدودیت کننده های انتخاب بودن و اشرافیت در واقع و کسانی که اموال بیشتری داشتن، زمینداران بزرگ و اینها بودن که سرنوشت جامعه را از نظر سیاسی تعیین می‌کردند و زنان یکی از اون طبقاتی بوده که نقشی در تعیین سیاسی کشور خود نداشته متاسفانه. اما خب از قرن 17 به بعد در واقع ابتدا در انگلستان خب شروع شد اصلا انتخابات، چرا که تا قبل از او اصلا خود انسان و بشر نقشی نداشته و به صورت موروثی بیشتر انتخاب می شده. اما خب از قرن 17 بعد که بس انتخابات شکل گرفت ما ظهور و بروز در واقع مردم سالاری را مشاهده می کنیم. بله. و در واقع از او قرن 17 بعد به صورت بود که انتخابات شکل گرفت به صورت مستقیم. خب انتخابات یعنی چه؟ مفهومش بدیهی است، اما به نحو است که مکانیزمی است جهت اعمال اراده شهروندان، جهت در واقع تعیین سیاست کشور و تعیین حاکمان. بله. که او از ابزاری به نام انتخابات استفاده می شود که از طریق انتخاب کردن به حق رأی ما می توانیم در واقع به صورت مستقیم حاکمان خود انتخاب بکنیم. در واقع حضور زنان از چه تاریخی ملموس و بار از قرن 20 در واقع از قرن 20 بود که ما حضور زنان به صورت جدی در عرصه‌های سیاسی کشور دیدیم به عنوان تعیین کننده، البته بله. یعنی به عنوان رای دهنده حضور اینها در واقع دیده شد و ملموس شد. اولین بار در سال 1890 در یکی از ولایت‌های آمریکا زن حق رأی خود داشت و اعمال کرد و از اون پس در سایر در واقع کشورها شمال قاره اروپا در ابتدا به همین منوال رایج شد و زنان حضور خود در عرصه‌های سیاسی کشور خود داشتند. بیاین راجع به بحث امروزی و حق سیاسی زنان امروزه صحبت کنیم. این که در جهان امروز چقدر این حق به زنان داده شده و چقدر میتونن زنان از این حقوق برخوردار باشن و آیا در تساوی هستن با مردان از نظر برخورداری حقوق سیاسی یا نه. بحث تاریخیش خب همه ما و شما در جریان هستیم و اگر مطالعه کنیم هم پیدا میکنیم. امروزه در جهان امروز ما میفهمیم که در کل کشورهای جهان حقوق برای مرد و زن از نظر سیاسی و خصوص به یک میزان داده نشده. راجع به این موضوع صحبت کنیم، به خصوص در کشورهای اسلامی خانم بلخی. حالی. ما میبینیم که یک سری محدودیت های از این نظر برای زنان ایجاد شده. راجع به این موضوع با ما صحبت کنیم. درست است. بله، مهمترین بحث در واقع در بحث سیاسی این است که آیا زن میتواند در مقام انتخاب شونده قرار بگیرد یا خیر، و همین بس چالش برانگیز است. بله. وگرنه این که زن آیا حق رأی دارد، خب کنه بدیهی است، همه جای حق دارد. اما در بحث انتخاب شوندگی اونم بی صورت نبوده در طول تاریخ، یعنی تاریخ که نه، شاید تا 20 سال قبل هم زنان حضور چندانی در عرصه‌های سیاسی نداشتند و خب نهایتا ما تا سال 2000 وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که حدود مثلا 140 زن فقط در عرصه‌های سیاسی دارای مقام‌های سیاسی بودند. تعداد بسیار کمی است، اما همین هم به تدریج شکل گرفت که حضور زنان و تدریج در واقع در عرصه‌های سیاسی خود شکل گرفت و در کشورهای در واقع مختلف و کشورهای اسلامی، اما متاسفانه با تأخیر بسیار بیشتری شکل گرفت که ما شاید در واقع نخست وزیر زن بنظیر بوتو داشتیم در پاکستان در سال 1991 و خب بسیار با تأخیر بود. اما بس امروزه بسیار مهمتر است و خب سوالاتی که در ذهن جوانهای ما پیش می آید، جوانهای دختر ما بسیار می بینیم که می گویند چرا بانوان ما نمی توانند در مقامات عالی سیاسی جای داشته باشند،
گپ برای گفتن داشته باشن و در نظر گرفته نمی شوند. عنوان ریاست جمهوری در پارلمان ها نمی توانند به راحتی راه پیدا کنند یا حداقل محدود است. خب این علتش چیست؟ در کشورهای مسلمان ما میدانیم که در واقع بینش اسلامی و مکتب اسلامی خب پایدار است و همه پیروی او هستیم. شاید علتی که خب بسیار زنها به ظاهر دیده نمیشوند در واقع قوانین و قواعد اسلامی است که باید تحلیل بشود. بسیاری از آنها علتهایی دارند و کاملا منطقی است. بله. اما بعضا هم ما میبینیم که متون ما کاملا در واقع صحت کامل ترجمه نشدند و یا عمل نمیشوند. خب این بحثی است که بسیار مهم است و در یک جلسه هم به تام نمیرسد و خب از رشته های مختلف هم باید استفاده بشود. رشته های علوم دینی، غیر دینی، منطقی، فلسفی که علت این در واقع به دست بشه. ممنون و سپاسگزار به شما خانم بلخی و همچنین از همراهی شما بینندگان آنی قدر که ما را میزبان نگاه های مهربانتان کرده. یک میان برنامه کوتاه داریم و بعد از او باز هم با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود. ساعت پخش برنامه های آموزشی مکتب هادی شنبه ریاضی صنف 7 10 تا 10 و نیم، کیمیا صنف 8 ده و نیم تا 11، دری صنف 9 11 تا 11 و نیم، یک شنبه کیمیا صنف 7 10 تا 10 و نیم، فیزیک صنف 8 ده و نیم تا 11، بیولوژی صنف 9 11 تا 11 و نیم، دوشنبه فیزیک صنف 7 10 تا 10 و نیم، ریاضی صنف 8 ده و نیم تا 11، کیمیا صنف 9 11 تا 11 و نیم، سه‌شنبه بیولوژی صنف 7 10 تا 10 و نیم، دری صنف 8 10 و نیم تا 11، ریاضی صنف 9 11 تا 11 و نیم، چهارشنبه دری صنف 7 10 تا 10 و نیم، بیولوژی صنف 8 10 و نیم تا 11، فیزیک صنف 9 11 تا 11 و نیم. مکتب هادی، دریچه دانایی. با ادامه برنامه روشنا در خدمت شما دوستان علیقدر هستیم. راجع به حقوق مدنی و سیاسی صحبت میکنیم و ناگفته نماند که منتظر پیشنهادات، انتقادات و نظرات شما هستیم از طریق شماره تماس برنامه که زیرنویس میشه. برمیگردیم به ادامه بحث. خانم بلخی، اشاره کردیم به این که حقوق مرد و زن در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بشر، ما میبینیم که بین زن و مرد از نظر حقوق سیاسی یک تساوی وجود دارن و مساوی هستن، اما یک سری تبعیضاتی در کشورهایی مثل کشور خود ما افغانستان و یا سایر کشورهای اسلامی در این زمینه ما داریم. این تبعیض منشأش چیست و چرا یک سری محدودیت هایی را در این زمینه زنان دارن که مردان اون محدودیت ها را ندارن؟ درست است. البته این محدودیت ها و ما میبینیم که تعداد زن ها در رتبه های عالی سیاسی به نسبت مردان کمتر از صرفا ویژه کشورهای خاورمیانه و یا مسلمان نیست. حتی در کل دنیا او آماری که گفته شده حدود 20% بدنه در واقع مقامات عالی سیاسی را زنان تشکیل میدهند و یا از نظر قوه مقننه و یا قانونگذاری حدود 22% ممیز 6 زنان تشکیل میدهند. خب یک محدودیت جهانی است، اما خب در کشورهای ما بسیار مهمتر است. ببینید، ما پیرو در واقع دین مقدس اسلام هستیم و خب قوانین خود داره. از نظر در واقع دین اسلام خیلی پیشینه در واقع بسیار درازی دارد. بحث ای که زنان در عرصه های مهم امنیتی سیاسی چه جایگاهی دارند، ما در واقع از زمان پیامبر میبینیم که حتی قبل از پیامبر اسلام در زمان انبیا گذشته هم زنان مقامات و یا در واقع مقام‌های حساس امنیتی و سیاسی نداشتند. خب این علت چیست؟ چرا به این صورت بوده؟ ما که در واقع در قرآن کریم به صراحت آیه داریم که زنان مؤمن و مردان مؤمن ولی یک دیگر هستند و سرپرست یک دیگر میتوانند باشند. خب پس علت چیست؟ سوالی است که پیش میآید. و از آن طرف هم خان برخی آیه‌ای داریم که الرجال و قوامون علی النساء،
که خب این هم میتونه که شاید به این موضوع ربط بدیم که در عرصه های کلان، حالا فراتر از جمع خانوادگی و اینها، در سطح کلان اجتماعی و یا کشورها، آیا این هم میتونه که مصداق این باشه که بله خب باید حقوق سیاسی زنان محدودتر بشه با توجه به این آیه‌ای که گفتم و یا آیه‌ای که شما ذکر کردید؟ درست است. بس رجال قوامون علی النساء زمینش در بس خانوادگی است. مفسرین، اغلب مفسرین ایره میگوین که ما میگوییم مردان قوام هستن در عرصه‌های سیاسی اجتماعی، این نیست. چرا که اگر که زنی شوهر نداشته باشد آیا حق رأی ندارد؟ یا که میگوییم پدر و یا برادر او قوام اوست؟ همچین چیزی نیست. ما میبینیم لذا بس یعنی ای آیه در خانواده است، جای زن رأی بده. لذا ای آیه مخصوص در واقع قوانین و قواعد خانوادگی است. یک مورد در بحث در واقع مقامات سیاسی زنان در افغانستان و غیره، تفاسیری که از این آیه شده و یا احادیثی که بعضا شبهه برانگیز است، که احادیثی از حضرت علی علیه السلام و سایر ائمه ما داریم که مثلا از زن مشورت گرفته نشود یا همچون اینها، ما باید اول ایره دقیق تفسیر داشته باشیم، با کافی بکنیم. بسیار در واقع شده که این احادیث قضیه طبیعی است و نه حقیقیه از نظر در واقع اصولی، به این معنی که ممکن است در واقع موردی باشد و مشمول شخص خاصی باشد و یا در یک قضیه خاصی این حدیث گفته شده باشد. بله. ما صرفا نباید تسری بدهیم به تمام زمانها و مکانها. لذا بحث تفسیر اینها مهم است که در نظر گرفته شود و شبه افکنی نشود که چرا فلان حدیث چنین چیزی را بیان کرده. اما خب سوالی بود که خب چرا زنها، باز هم سوال پیش میاد که مقامات مهم سیاسی و امنیتی نداشتن. ببینید در جلسه گذشته بحث اختلافات یا تفاوت‌های زن و مردی که بررسی میکردیم از دید روانشناس‌های بزرگی بررسی شد و نتیجه به این صورت بود که تفاوت‌های طبیعی و بدنی بین زن و مرد بسیار است. تفاوت‌های اخلاقی، روحی، عاطفی، مشاغل بسیار سخت زنها طبعا نمیتوانند به عهده بگیرند و خب بحث مقامات عالیه سیاسی، ریاست جمهوری، قضاوت، والی بودن و حاکم بودن از مشاغل بسیار سخت است. یکی از علتهایی که زنها در واقع ما میبینیم کمتر در این عرصه ها شاغل هستن توانایی بدنی اوست. اگر که من زن به عنوان یک مادر فرزندانی دارم و با آنها دلبسته هستم، در یک مقام عالی در واقع قانونی و اجرایی باشم، خب یک اتفاق پیش میاد برای فرزند من، یا در مقامی هستم که مورد زیر ذره‌بین مردان دیگر هستم و اگر طفل مثلا به اختطاف گرفته شود، به هر نحوی تهدید جانی برای او پیش بیاید، احساسی تاباوری کمتری دارد. طبیعی است. بله. کاملا ما و شما این رو کاملا داریم لمس میکنیم. بله. راجع به بحث بودن مردان بر زنان صحبت کنیم و برداشت ما از صحبت شما ای بود که پس ای قیم بودن و سرپرست بودن تنها در حیطه خانواده است و در حیطه اجتماع نیست. میخواستم ببینم که منشأ ای از کجا سرچشمه میگیره؟ همین بحث احساسی و تاباوری کمتر زنان که گفتین از نظر فیزیکی، آیا دلیلش همیست تنها یا نه دلایل دیگه هم میتونیم ذکر کنیم؟ از ویژگی هایی که مردان نسبت به زنان دارند، اما قوه عاطفه و احساس در اینها کمتر است و چنین شخصی میتواند بهتر مدیریت کند و در بحران ها و مشکل ها احساس خود زیر پا بذارد. در واقع فلسفه، یکی از فلسفه هایی که در پاسخ به پرسش داده شده همیست که مردان توانایی بیشتری در مقابله با چالش ها و بحران ها دارند. و در واقع در ادامه آیه که ما مطالعه میکنیم بحث انفاق خانواده رو مطرح میکنه. خب غالب جامعه به این صورت است که بحث معیشت خانواده برعهده مردان است. بله. و طبعا کسی که معیشت در واقع معاش خانواده برعهده اوست و مسئولیت بیشتری دارد، خب طبعا باید اختیارات بیشتری هم داشته باشد. بله. و مدیریت کلان خانواده برعهده او باشد. این در واقع دلیل دومی است که در خصوص این آیه ذکر شده. ببینید ما نباید به این صورت نگاه بکنیم که زنان هیچ جایگاهی ندارن.
واقعا به این صورت نیست. ما وقتی که در واقع نگاه میکنیم متون خود پیشینه و در حال حاضر میبینیم که پشت صحنه بسیاری از مناصب سیاسی زنها بودند و هستند. مثلا در زمانی که پیامبر در جنگ‌های مختلف حضور پیدا می‌کردند، ما می‌بینیم که زنها حضور داشتند. به صراحت نامی از زنی به نام رفیده نام شده که ایشان بس پرستاری و تداوی مجروحین به عهده داشتند و زنانی همچون در واقع نصیبه و مسلمه اینها در کنار پیامبر حتی در کارزارهای جنگی بودند. و خب ما این را داریم که در زمان اضطرار هم اگر که مرد لایقی جهت در واقع گرفتن مشاغل سیاسی و عرصه‌های حساس نبود و یا وجود نداشت، زنها در صورت اضطرار باید که حضور داشته باشند. و خب ما نمونه هایی را میبینیم. من با مثال خود حضرت فاطمه علیها السلام در زمانی که خب شخص پیغمبر بودند و امام، ایشان خب محیط خانه و روش تربیت فرزندان داشتند. اما وقتی که پیغمبر در واقع از دنیا میرن و رحلت میکنند، خود حضرت زهرا علیها السلام در مسجد حضور پیدا میکنند و خطبه میخواند. خود حضرت زینب ما داریم که پس از شهادت امام حسین علیه السلام خطبه میخوان و در مجلس در واقع دشمن ظاهر میشود. میبینیم ما اینا که زنها هم در عرصه‌های سیاسی نقش داشتند و دارند و این بسیار نیست که زن نقشی ندارد. علت دیگری که ما در واقع نبود زن در عرصه‌های مهم میبینیم ایست که در مسئولیت سنگین تری بر عهده اوست. ما بحث تربیت اولاد و ادامه نسل داریم، نقش کمی نیست. خود تربیت فرزند، خود خانداری، رشد خانواده نقش بسیار مهمی است که در واقع خانواده به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی که بسیار مهم هست و تمام در واقع نظر پردازان به این اعتقاد دارن که اگر خانواده نباشد اصلا جامعه ممکن است به نابودی بکشد و جمعیت با کاهش مواجه شود. ما میبینیم که اگر فرزندی نیکوی تربیت نشود، خب ما در جامعه سیاستمدار خوبی نخواهیم داشت. لذا از آنجایی که طبیعت مرد و زن متفاوت است، خداوند بزرگ استعدادهایی در مرد و استعدادهایی در زن نهاده است. یک تقسیم کار منصفانه که اگر یکی از این ستون‌ها نابود شود، خب کل این در واقع بنیان از هم میپاشد. و خب نقش تربیت فرزند و خانه‌داری از اونجایی که بسیار مهم هست بزن نهاده شده و به خاطر ویژگی‌هایی که فارغ از دغدغه‌های دیگر باشد این مسئولیت تا بتونن زمان به نحو احسن این کار انجام بدن. یکی از دلایلش هم همین هست، هم با طبق گفته شما که زنان مسئولیت بزرگتری به نام تربیت فرزند را در جامعه دارند و باید در نحوه اول و در اولویت کارهای آنها قرار داشته باشد. ممنونیم از شما خانم بلخی بزرگوار و از شما بینندگان ارجمند که همراه ما هستید. و یک میان برنامه کوتاه می‌نیم و برمیگردیم. خوش آمدیم به ادامه برنامه روشن ها از تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری. میریم به ادامه بحث. خانم بلخی، راجع به حقوق سیاسی و مدنی صحبت میکردیم و گفتیم که همین توانمندی فیزیکی زنان و همچنین از بعد احساسی و روانی، همو تاب‌آوری کمتر آنها میتونه که از دلایلی باشه که یک سری محدودیت های در خصوص حقوق سیاسی و مدنی شاید برای زنان ایجاد شده باشه. محدودیت ها
و میپردازیم به ادامه بحث و ای که چه محدودیت های دیگری هست و چرا ما باید با عنوان یک زن صرفا به این دلیل که احساسات ما شاید در یک زمانی نتانیم کنترل کنیم یا غلبه کنیم بر آنها، به خاطر که زن سر از مهر و عطوفت و عاطفه است و همو وابستگی به فرزندان این که شما به او اشاره کرده بتانه او را اینقدر محدود بسازه. راجع به این موضوع صحبت کنیم با ما. دمشید. البته ما نباید بدبینانه نگاه بکنیم و خوشبین باشیم، چرا که میبینیم روز به روز در واقع مردم آگاهیشان بیشتر میشود و حضور زنان در عرصه‌های سیاسی امنیتی بیشتر میشود. شاید مثال ما قوانین است. در قانون مثلا اساسی سابق ماده 84 ما داشتیم که رئیس جمهور باید که حداکثر 50% اعضای مشران جرگه را خودش از بین زنان انتخاب کند. بله. ما سابقا این را نداشتیم. اما خب وقت در قوانین اساسی کشورها ملاحظه میکنیم میبینیم که رو به رشد است. بله. و خب به تدریج همطور که جوامع در واقع رو به ترقی میروند و مردم اطلاعات و آگاهی های خود افزایش میدهند، زنان هم به حقوق خود بیشتر میرسند و در حال تغییر و تحول است. مثلا در قوانین در جمهوری اسلامی ایران ما قضاوت برای زنان خب نداشتیم، اما ما الان می‌بینیم که در مسائل خاص زنانه زنان قاضی هستند و می‌توانند داوری و قضاوت بکنند. پس با توجه به صحبت‌های شما شاید این یک دلیل قانع کننده نباشد که ما بخواهیم همین احساساتی بودن زنان را در واقع علت اصلی محدودیت آنها در زمینه برخورداری از حقوق سیاسی و مدنی بدانیم. چه بسا زنان زیاد موفقی را داشتیم که بیشتر از مردان حتی تانستن در این زمینه موفق باشن و بتانن بدرخشن که در طول تاریخ هم کم نبودن. میتونیم که با آنها اگر استناد کنیم میبینیم که اصلا هم بحث احساسات و اینها نمیتونه محدودیت ایجاد کنه برای زن. و آن چیزی که فکر میکنم معیار توانمندی زنان هست بحث آگاهی و توانمندی آنها از نظر علمی و حالا مسائل مطالعاتی و این هاست که میتونه در هر زمینه ای که هر شخصی حال فارغ از جنسیت هر چقدر توانمندی و تلاش کنه بتونه با او برسه. ممنونیم از شما و ادامه بحثتان رو میشنویم. به همین صورت است. در واقع مسئله بعدی که بسیار سوال می شود میگویند چرا زنها در واقع نمی توانند در جایگاه های مثل مستشار معاون قرار بگیرند. بله. و یا نقش قضاوت بوده داشته باشند. اینها البته مجال بیشتری می طلبد که و مطالعه بینندگان عزیز می طلبد. اما خب ای که بس مشاوره جایگاه ندارد، ببینید بعضی ها آمدن از احادیثی که گفته شده یک شبهه ایجاد میکنن که با زن نباید که مشورت صورت بگیرد. خب علتی را قبلا عرض کردیم که شاید موردی بوده و باید که دقیق تر واکاوی بشود. اما خب همانطور که در احادیث ایره داریم، ما ایرم در احادیث داریم که امام علی علیه السلام میفرمایند که با آدم ترسو که شجاعت ندارد نباید مشورت صورت بگیرد. لذا آنها نمیگن صرفا زنان، بلکه میگن اگر مردی هم لیاقت نداشته باشد نباید با او مشورت کرد و نباید در مقامات قرار بگیرد. بحثتان در قسمت مشورت خانم بلخی تنها در حیطه خانواده است یا کلن داره نرز میکنه؟ میتونه این بحث حتی گسترش داشته باشه در قسمت اجتماع و جامعه و کشور؟ نه بسیار، اصلا بسیار اجتماعی است. چرا که بحث ما حقوق سیاسی است، درست است. بله. بحث خانوادگی کاملا جداست. چون ما در قسمت خانوادگی هم توصیه شدیم که زن و مرد به خصوص با همدیگر مشورت کنن در تصامیمی که برای خانواده گرفته میشه و کلا توصیه های زیادی در باب مشورت داریم. حالا ای که در قسمت خانواده است یا اجتماع شما بفرمایید؟ نه، در بحث سیاسی است در واقع، چرا که سابقا در واقع گویا زنانی بودن که خب مسئولیت خود به درستی انجام ندادن و در واقع کارزار و جنگی رو به پا کردن، لذا حدیثی روایت شد که با زن مشورت نشود و مسئولیت حساس به او سپرده نشود. در توجیه حدیث ما داریم که این حدیث موردی است و نباید عام و شمول باشد. لذا مستمسه که بعضی از در واقع افراد که زیاد دقیق نیستن این شده که چون حدیثی گفته شده
لذا نباید ما بیایم در امور مهم سیاسی نظامی و اقتصادی حتی با زن مشورت کنیم و نباید مقامات حساس سیاسی و امنیتی رو به زن اعطا بکنیم. ریشه در واقع این شبهه همون حدیث است. اما خود در توجیهی عرض کنم خدمتتون که حدیث اولا موردی، ثانیا اما حدیث در کنار خود این را داره که اگر مردی هم شایستگی مشورت نداشته باشد نباید در امور مهم سیاسی امنیتی با او مشورت کرد. بله. پس بحث همون توانمندی های شخصیتی و توانمندی های علمی هر فرد است که میتونه او را در حالا مقام مشاور، معاون و یا هر چیزی که در بعد سیاسی میتونه یک فرد از او برخوردار باشه داشته باشه. ممنونیم از شما و همچنین میخوایم که به عنوان صحبت آخر از شما بشنویم که چی توصیه هایی دارین برای بینندگان عزیز و برای مسئولین جامعه. زنده باشید. ببینید، باید که آگاهی خود افزایش بدهیم و از در واقع گذشته های خود این درس بگیریم که زنها اونطور نبوده که حضور نداشته باشن، حضورشان به نحو دیگری بوده همیشه در عرصه های سیاسی و امنیتی. و حرف آخری که باقی ماند ایست که مردم باید که حقوق خود احقاق بکنن و مطالبه داشته باشن از مسئولین و حاکمان خود و بدانن که از نظر قانونی و قواعد اصلی ما هیچ محدودیتی برای زن و مرد وجود ندارد و اینه بدانیم که در واقع هر چیزی رو به ترقی و رشد می رود و دگرگونی است و نگرش های ما و حتی قوانین و قواعد ما رو به رشد می رود و زن و مرد در واقع به حقوق یکسان خود می رسند حتما، به شرطی که استعدادهای خود به نحو احسن شکوفا بکنند و توانایی خود بروز بدهند انشاءالله. با باورهای غلط و سنتی هم اگر مبارزه بشه فکر میکنم خیلی بهتر هست. ممنونیم از شما. یک سوال دیگه هم فکر میکنم که باقی مانده، او را هم با شما در میان خواهیم گذاشت. ای که خانم بلخی، بحث قضاوت بود که گفتید که زنان شاید که نتونند در مصداق قضاوت قرار بگیرند. این رو هم برای ما بیشتر واضح‌تر بسازیم که این بحث کامل کنیم و بعد از او باز برنامه تمام. در بحث قضاوت هم یک بحث چالش برانگیز است و همیشه بین در واقع کشورهای اسلامی بیست بوده که زن نمیتواند در مقام قضاوت داوری قرار بگیرد، به علت او خصوصیت‌های عاطفی دارد به خاطر احساساتش که بر او غلبه می‌کند. اما ما در می‌بینیم که به این صورت هم اتفاقا نیست. بسیار از علمای ما، علمای ما مثل علامه مجلسی، علامه شیخ مفید و علامه طوسی این رو نداشتن و در فتاوی خود دارن که علم تقوا و در واقع او حسن در واقع پرهیزگاری است که اگر شخصی داشته باشد از ویژگی های قضاوت است و حرفی از جنسیت نزدند. و تا قرن پنجم ما اصلا چیزی به نامی که زن نمیتواند قاضی شود یا خیر نداشتیم. اما خب پس از او فتاوی به وجود آمد که قریب به اتفاق بود. به همین صورت ما میبینیم که در بسیار از کشورهای اسلامی زن در مقام قاضی نمیتونه قرار بگیرد. اما خب این نوید ما داریم و میبینیم که در بسیار از کشورها من جمله مثلا جمهوری اسلامی ایران زن در مقام قاضی خانواده و در مسائل خاص زنانه بله. قرار میگیرد و قوانین دارن در حال تغییر هستند. و گفتیم که حالا به عنوان بحث آخر و جنبندی بحث گفتید که یک سری تبعیض‌ها را ما از ابتدای برنامه با او اشاره کردیم و گفتیم که تبعیضاتی در این زمینه وجود داره و از آن طرف هم حرکات و جنبش‌ها و اعتراض‌های زیادی شده و حالا بنابر افزایش آگاهی‌هایی که مرد و زن داشتن این حقوق با توجه به اینکه حق گرفتنی هست و ندادنی داره کم کم برای زنان این حقوق داده میشه و زنان دارن حق خودت میگیرن در این قسمت. آیا این تبعیض منشأش همون بحث متون و حالا روایت هایی هست که ما داشتیم یا این که نه بحث برمیگرده به باورهای غلط ما که در اجتماع هست؟ بسیار از اینها باورهای غلطن، اصلا میتونم بگم همه ایشان. چرا که اگر ما اون روایت و اون آیه به نحوی صحیح تفسیر داشته باشیم به این صورت نیست و تبعیضی وجود ندارد. بسیار از اینها باورهای غلط، اشتباه ها، رسوم و عنعناتی است که ما از گذشته های خود داریم رسم شده و یا میاییم زن تضعیف میکنیم و از اون نقطه احساسی و عاطفی او سوء برداشت میشود و به این صورت نیست.
بله، و چه خوب است که با این باورهای غلط هم مبارزه صورت بگیره تا محدودیت ها کمتر بشن. فکر میکنم همین هم که در طول تاریخ زنان مورد تبعیض قرار گرفتن، حالا در هر زمینه فارغ از مسئله سیاسی و مدنی، ما میبینیم که کلن حقوق زن به عنوان یک حق جداگانه دارن مورد بحث قرار میگیره، فقط به این دلیل است که در طول تاریخ مورد تعرض زیاد قرار گرفته حقوق و زنان همچنان ساکت باقی ماندن. و همین که حرکت ها و اعتراضاتی را از جانب خود زنان میبینیم، میبینیم که کم کم بله داره رو به پیشرفت از همون رقم که شما اشاره کردین و زنان دارن این احقاق حق به نوعی در خود ایجاد میکنن و این هم ریشه داره در همین که ما با این باورهای نادرست و سنتی مبارزه کنیم که برمیگرده به افزایش آگاهی ما و وابسته به این هست که ما به عنوان یک زن زمانی توانمند هستیم و زمانی میتونیم حق خود از جامعه بگیریم که آگاهی داشته باشیم. و خواهش ما همیشه در تمام برنامه ها این بوده از شما بینندگان عزیز و خانم های محترم که مطالعه کنین، آگاهی خود افزایش بدین تا بتونیم به نفع احسن و برای بهبود وضعیت زندگی زنان از همه محیط خانه و کنج خانه اقدام کنه. ممنونیم از شما خانم بلخی بزرگوار که ما را همراهی کردید. از همراهی شما همچنان سپاسگزاریم. بینندگان ارجمند، در پناه ایزد منان باشین. شب و روزتان خوش و بدرود. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.